به نام خدا، روزتون بخیر. شگفت احمدی هستم، مدرس نرم افزارهای گرافیکی و طراحی. برای این جلسه آموزش نرم افزار ایلاستریتور رو داریم که شروع می‌خوایم بکنیم و قاعدتا کسانی که با این نرم افزار می‌خوان کار کنن قبلا با نرم افزار فتوشاپ آشنایی مختصر یا کاملی رو داشتن. برای شروع کار توضیحی که میخوام بدم، حتما نصب برنامه رو ویدیوش رو نگاه کنین، کامل بر اون اساس انجام بدین که به مشکلی نخورین، چون ما از نسخه های اوریجینال استفاده نمی کنیم. کرک برنامه رو داشته باشین، کرک درستی رو استفاده کنین و نصب برنامه رو به جلو برین. ایلاستریتور که من باز کردم ایلاستریتور CC 2017 است، تقریبا کمتر از 2 هفته پیش وارد بازار شده. 2015 ممیز 3 رو هم فکر میکنم داشته باشم. حالا اگر باز بشه فرق نمیکنه شما کدوم ورژن رو نصب کنین، مهم اینه که کاراییش رو یاد بگیرین. حالا تفاوت هایی که ممکنه داشته باشه رو با هم پیش میریم. خب دوتا برنامه با هم باز نمیشه، این دیزاین اتفاق افتاد، باز شد و این یکی نه. ما برای کارهای طراحی 3 تا نرم افزار رو داریم که حرفه‌ای ها این 3 تا رو کنار هم استفاده میکنن. معمولا صفحه آراها یا کسایی که با کار این دیزاین رو یاد گرفتن هر 3 رو با هم، و کسانی که کار ایلاستریتور رو انجام میدن فتوشاپ و ایلاستریتور رو با هم. یک توضیح مختصری راجع به ایلاستریتور بدم. ایلاستریتور یک نرم افزار وب وکتور بیسه. یعنی چی؟ ما توی نرم افزارهامون 2 دسته داریم. نرم افزارهای رستر که به صورت پیکسلی کار میکنن، مثل فتوشاپ بر اساس نقاط تشکیل شدن، و نرم افزارهای برداری که بر اساس خطوط تشکیل شدن. یعنی چی؟ یعنی اگر من این مربع رو داشته باشم، این مربع از 4 تا نقطه فقط توی ایلاستریتور تشکیل شده با مختصات خاص که بر اساس فرمول ریاضی یک خط راست به هم متصل شدن. ولی توی فتوشاپ اتفاقی که میفته از کنار هم قرار گرفتن این پیکسل ها یک خط راست رو داریم. اصطلاحا میگیم نرم افزارهای رستر و نرم افزارهای وکتور. خب تفاوت رستر و وکتور رو بعدا براتون فایلش رو میذارم که ببینین، دیگه توی ویدیو زیاد توضیح نمیدم. کارهایی که ما میخوایم انجام بدیم با ایلاستریتور الزاماً تصویرسازی نیست. خود ایلاستریتور به معنی تصویرساز هست. یعنی چیزی، برنامه‌ای که برای تصویرسازی استفاده میشه. مثل فتوشاپ که برای عکس هست، ولی از اون حالت ایلاستریتور یا تصویرسازیش خارج شده. یعنی ما دیگه الزاماً فقط این کارها رو انجام نمیدیم، بلکه کار رو میایم کاربردی‌تر می‌کنیم. یعنی فکر می‌کنم مثلا شما اگر تصویرساز باشین شاید چنین گزینه‌ای به دردتون بخوره، ولی اگر طراح گرافیک باشین از این گزینه‌ها شاید توی موارد خاص استفاده کنین. بیس کاری که ما می‌خوایم استفاده کنیم برای طراحی گرافیک هست، یکی از کارها بسته‌بندی هست که خب من مثلا پکیجینگ رو سرچ کردم، نمونه‌ها رو گذاشتم و کارهای طراحی لوگو، اوراق اداری و کارهایی که عکس کمتر داره. پس طبق صحبت هایی که قبلا کردیم و خودتون میدونین، هر جا با عکس سر کار داشتین از فتوشاپ، هر جا با وکتور سر کار داشتین یعنی بیشتر با طراحی از ایلاستریتور، و هر جا با این دیزاین سر کار با متن بیشترین سر کار رو داشتین از این دیزاین، و همینطور تعداد صفحات بالا. بعضی موقع مثلا ممکن شما 100 صفحه کار داشته باشین ولی بیس بیشترش عکس و وکتور باشه، ولی خب این دیزاین این حالت رو جواب میده. خب این پنجره جدید نرم افزارهای CC 2017 است. به خاطر اینکه ما مشکلی نخوریم من این ورژن رو میبندم و 2015 رو باز میکنم. باز هم توی کارها شیفت میکنیم بین دوتا تا کامل ببینید، چون احساس میکنم خیلی ها ممکنه مثل اینکه من موقع نصب مشکل خورده، مجدد باید نصبش کنم این دیزاین چیز رو، میام سراغ همین، مشکلی نداره. پنجره یکم متفاوت شده، توضیح مختصری میدم. پنجره قبلی رو هم داره که مشکل نخواهیم. خب پنجره جدیدمون به این شکل شده. حالا لود که نمیشه به خاطر اینکه ورژن های CC یعنی Creative Cloud به صورت سیستم ابری کار میکنن، یعنی بر اساس وب،
که خب توی کشور ما این استفاده رو ما خودمون محدود میکنیم، هم به خاطر محدودیت هایی که برای ما گذاشتن، هم به خاطر محدودیت هایی خودمون خواستیم، این نرم افزار رو اوریجینال استفاده نمیکنیم. اولین گزینه کنترل N یا نیو هست. ما زمان شروع کار با این نرم افزار باید یک سند جدید ایجاد کنیم. خب اگر پنجره به این صورت داشتین توضیحاتش رو بهتون میدم، ولی اگر پنجره قبلی این ایلستریتور رو میخواین به این شکله که من روی مور ستینگ میذارم تا شما ببینین، پنجرهتون به این شکل باز میشه. من اینو توضیح نمیدم یا یه توضیح مختصری میدم. اولین قسمت نام یا عنوان سند هست. عنوان سندتون میتونین اینجا بذارین. این گزینه توی کارها معمولا بعد از اولین ذخیره سازی انجام میشه و اینجا دست نمیخوره مگر اینکه شما واقعا بدونین. من توصیه که میکنم همینجا اسم مشخص کنین، چون خیلی وقتا طراحای مبتدی، متوسط و حتی شاید حرفه‌ای‌ها زمان خروج کار سریع ذخیره رو میزنن و عنوان نمیزنن برای کار. این اتفاقی که میفته فایلشون رو گم میکنن. خب من هی اسم من در اوردی یا فعلا اولین کار طراحی من رو میذارم روی کار. شما خلاقیت به کار ببرید ببینم چه اسمایی میذارید. این اسم نباشه. توی قسمت پروفایل یا حالا توی نرم افزار هایی که به اسم پریست شناخته میشه یا اینتنت یا هر چیز دیگه، مشخص میکنیم کارمون برای چه خروجی قراره ایجاد بشه. چرا اینجا مشخص میکنیم؟ چون اگر کار پرینت باشه، ابعاد، نوع کار برای وب باشه، مود رنگی، رزولوشن، چیزهای دیگه تغییر میکنه. توی قسمت سایز هم ما تغییرات رو میبینیم. زمانی که من برای موبایل میزنم، ابعاد موبایلی رو به من میده. میخواین ابعاد ویدیویی، ابعادی که برای تصویرسازی بیشتر استفاده میشه. بیشتر این کار ما فعلا با پرینته. یعنی اگر شما کاری خواستین انجام بدین، بیس کار رو میذاریم روی پرینت یا همون حالت دیفالتم. خب تعداد صفحات کار یا سند رو میتونم مشخص کنم. این امکانی که جدیدن به فتوشاپ اضافه شده، وگرنه فقط ایلستریتور داشت، آرت بورد ها رو. یک سند ما میتونه بیشتر از یک صفحه داشته باشه. تعداد صفحات رو دقیقا نمیدونم، تست کنین یا ببینین. 9000 رو فکرم 999 یا 9999 صفحه امکان بودنش هست. خب زمانی که تعداد صفحات بالا میره، یعنی من زمانی که یک صفحه دارم، گزینه های بعدی غیر فعاله. وقتی که تعداد صفحات بالا میره با توجه به کار، مقدار تنظیمات هم اضافه میشه. من فرض میکنم میخوام یک سررسید یا تقویم، یک تقویم 12 صفحه ای رو کار کنم. عدد 12 رو میذارم. چیدمان آرت بورد ها رو به من نشون میده. میگه که اول شروع کنه به صورت افقی بره، بعد بره ردیف بعدی. چون من میخوام سررسید داشته باشم، تقویم دیواری یا رومیزی رو درست کنم که 12 صفحه‌ایه، تعداد ستون هامو بر اساس ماه ها میذارم، 3 تا. پس دلیلش رو اینجا میتونیم مشخص کنیم. به صورت افقی یا عمودی بودنش رو اینجا مشخص میکنم. این حالت هم امکان رو به من میده که کاملا افقی یا کاملا عمودی باشه و جهتش رو میتونم به این صورت مشخص کنم. خب من گزینه اول رو میذارم، تعداد کالم رو 3 میذارم و این جهتش رو هم که میتونم اینجا تعیین کنم، میذارم همین چپ به راست باشه. حالا ممکن خیلی ها به راست به چپ کار کنم. من خودم چون هم چپ دستم، هم خیلی موارد رو انگلیسی کار میکنم، همین حالت چپ به راست برام بهتره. خب اسپیسینگ فاصله بین آرت بورد ها هست. شما میتونین فاصله رو صفر کنین یا بهش مقدار بدین. کار دیگر که میتونین اینجا انجام بدین، واحد رو بر اساس سانتی متر مشخص کنین، تبدیل به پوینت میکنه. میخواین مثلا فاصله بین کارها 1 سانتی متر باشه، کافیه 1 cm رو تایپ کنین، خودش تبدیل به پوینت میکنه. سایز کار رو میتونم اینجا مشخص کنم چه ابعادی داشته باشه. مجددا البته یونیت رو من تغییر میدم، میارم روی سانتی متر میذارم که خیالم راحت باشه. اینجا میتونم از سایز های آماده استفاده کنم یا ابعاد رو خودم بدم، مثلا 20 در 30 یا
فرض کنیم 40 میخوام بذارم. واحد سانتی متر اورینتیشن جهت افقی یا عمودی کار هستش که به صورت افقی عمودی کار بشه در درازا یا افقی. دو تا رو تست میکنیم که ببینیم به چه صورته. بلیت رو فعلا کاری نداریم، بعدا توی توضیحات خروجی کار میگیم که بدونیم به چه صورته. ممکنه ادوانس رو شما به این صورت داشته باشین، بر اساس اون پروفایلی که اول انتخاب کردین ادوانس براتون تعیین میشه. ممکنه هم خودتون کار کنین. دو حالت مد رنگی دارم که مد رنگی رو توی یک ویدیوی جداگانه برای فتوشاپ توضیحات رو دادم، بهتره همون گزینه رو نگاه کنین. و یه توضیح مختصرم اینجا بدم، اینه که ما تو کارهای طراحی دو مد داریم، البته مدهای بیشتری داریم، دو مد اصلی داریم. CMYK مدیه که برای کارهای چاپ استفاده میشه و RGB برای کارهایی که چاپ نمیشه. البته نه الزامن، یه سری از دستگاه هم از مود RGB پیروی میکنن. برای کارهایی که از حالت نوری استفاده میکنن، CMYK حالت جوهری کارمون هست و RGB حالت نوری. که این هم سعی میکنم یک فایل PDF حداقل در اختیارتون بذارم که داشته باشین. خب Raster Effect، ما کلی صحبت کردیم، گفتیم Illustrator یک نرم افزاریه که وکتور بیسه. خب Raster Effect چیه؟ Raster Effect میاد ما تو هر نرم افزاری، چه برداری باشه چه بیتمپی یا پیکسلی باشه، یک تنظیماتی داریم برای نرم افزارهای مکملشون. یعنی Illustrator یک سری افکت ها یا تنظیماتی داره یا حتی یه سری فرمان هایی داره که فقط به حالت Raster اجرا میشه. خب اگر این افکت ها رو بخوایم کار کنیم بر چه اساسی؟ چون کارمون چاپه، رزولوشن یا رستر افکت 300 رو اینجا فعال کردیم برای اون قسمت ها. اگر کار چاپیمون به صورت لارج فرمت باشه از PPI 150 استفاده میکنیم و اگر به صورت وب باشه از کارهای مالتی مدیا یا وب از PPI 72 استفاده میکنیم. خب من روی های میذارم باشه. پریویو مود رو هم که بعدا راجبش توضیح میدیم. حالا از حالتش اینه که حالت نمایشی، یعنی زیاد تأثیری توی کار ما نداره. اگر سند رو بخوام داشته باشم، Create Document رو میزنم. اگر بخوام از تمپلیت های آماده استفاده کنم، میام اینجا کلیک میکنم و تمپلیت های آماده که خود این دیزاین داره رو نگاه میکنم. این رو به عنوان تمرین این جلسه اینها رو نگاه کنین، پیدا کنین و ببینین هر کدوم به چه صورته. خب Create Document رو میزنم، سندم ایجاد میشه. 1 2 3 تا به صورت حالا صفحه 1 2 3 روی هر کدوم که کلیک میکنم این قسمت پایین شماره صفحه رو میبینین. الان اگر من 3 3 6 7 تشنین صفحه رو اگر کلیک کنم روش، بس شماره 8 رو نشون میده یا 12 و یکم به این صورته. حالا توضیحی که اینجا میخواستم بدم، تو این قسمت رسنت آخرین ابعادی که ایجاد کردم، سیفد ابعادی که ذخیره شده، موبایل ابعادی که برای موبایل هست، وب ابعادی که برای وب استفاده میشه، پرینت ابعادی که برای پرینت استفاده میشه. یعنی تماما گزینه هایی که اینجا تو قسمت سایز بوده به صورت تصویری اینجا آورده. فیلم اند ویدیو، آرت اند ایلستریشن. خب قسمت ویت، یعنی فرض که من پرینت رو که بزنم واحدم رو میتونم مشخص کنم، ابعادم رو اینجا میتونم تعیین کنم. یعنی فرض مثلا رو آچار که میرم ابعادم، ابعاد آچار رو نشون میده، 21 29 7. اورینتیشن جهتش هست، تعداد آرت بورد ها رو اینجا میتونم مشخص کنم و بلیت رو هم که گفتم بعدن. مد رنگی رو هم که اینجا مور ستینگ گزینه های بیشتری داشت، یکی رستر رو داشت، یکی این جهت چیدمان رو داشت. من این دفعه جهت چیدمان رو به این صورت میذارم که حالت دیگه ای از کار رو ببینید. خب سندتون رو ایجاد کردین، میخواییم ذخیره کنیم. کنترل S که توی اولین حالت کلید میانبر کنترل S و سیو از، یعنی کنترل S و کنترل شیفت S دوتا یک کار رو انجام میدن، پنجره سیو از رو باز میکنن و میتونم در جایی که مد نظر منه کار رو ذخیره کنم. راجع به ذخیره سازی سند ها و فرمت ها هم که بعدا توضیحات بیشتری رو خواهیم داد. خب
آها روی دسکتاپ به من پیغام داد که نمیتونم ذخیره کنم. تنظیمات رو فعلا دست نمیزنم، بعدا توی کارهای مختلف به تنظیمات مختلفی میرسیم. سند رو که ذخیره کردیم شروع میکنیم به کارهای مختلف.